درود بر شما. نهم مهر ماه 1400 خورشیدی و یکم اکتبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی سرتیب پاسدار احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. روز معرفی وزیر پیشنهادی کشور به مجلس، دوم شهریور ماه 1400، سخنگویان سه کمیسیون مجلس آمدن از وظایف وزارت کشور و محسنات وزیر پیشنهادی کشور گفتن. وظایف این وزارتخانه قابل طبقه بندی است: سیاسی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی، هماهنگی امور اقتصادی، شوراها و مدیریت امور شهرداری ها و روستاها. در ذیل این 4 بخش حدود 14 وظیفه تعریف شده است که به خاطر محدودیت وقت همه اینا رو نمیتونم بخونم، که در رأس آنها امور سیاسی، احزاب، تشکل‌های سیاسی، اقلیت‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی، امور امنیتی، انتظامی، شوراها، توسعه مدیریت منابع انسانی، ثبت احوال، آموزش و پژوهش، دولت الکترونیک، بانوان و امور خانواده، ستاد مبارزه با مواد مخدر و غیره قرار دارد. وزیر کشور در کابینه به همین خاطر میگن شیخ الوزراء. شیخ الوزرای کابینه، یعنی هماهنگ کننده بقیه وزارتخونه ها به تعبیر ایشون که صحبت میکردن. حالا این شیخ الوزرای کابینه رئیسی کیست؟ احمد شاه چراغی تبدیل شده به احمد وحیدی، فامیلش بعد از انقلاب عوض میکنه، بعد از سالها، 63 سالش، الان متولد شیراز. در گفتگویی که آقای مجتبی حسینی از اعتماد آنلاین با آقای علیرضا علوی تبار، روزنامه‌نگار و فعال قدیمی اصلاح طلب، دارد، اشاره‌ای هم میشه به همین آقای احمد وحیدی. آقای سردار احمد وحیدی توی سپاه شیراز، تو مقطع توی سپاه شیراز، چه گفتمانی رو و چه جریان سیاسی رو نمایندگی میکردن و به چه جریان سیاسی نزدیک بودن؟ ببینید، ایشون قبل از انقلاب از بچه های مسجد و رضای سید علی اصغر دستقیب بود. توی شیراز من خیلی ندیدم فعال باشن. اون موقع ایشون به عنوان توی، به نظرم خیلی زود اومد تهران یا جای دیگه بود، شیراز ما نمیدیدیم. فامیلیشون رو تغییر دادن آقای وحیدی؟ نمیدونم فامیلیشون رو تغییر، ولی فامیلی اون موقع ایشون یه چیز دیگه بود. وحید شاه چراغی بودن؟ بله بله. اینا یه پسر عموی اخوی شهید هم داشتن. تو سپاه شیراز که بودن به عنوان وحید شاه چراغی شناخته میشدن. ایشون قرابتی و نزدیکی با میگفتن سید مهدی هاشمی نداشتن؟ نه، جزء جناح راست مجاهدین انقلاب بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به قول یکی از رهبرای همون حوالی انقلابش، آقای مرتضی الویری، در عینشو بخونم: در آن مقطع زمانی، یعنی دوران ریاست جمهوری بنی صدر، تشکیلات مجاهدین انقلاب اسلامی هیچ کاری نداشت الا مقابله و مخالفت با بنی صدر و جناح لیبرال. اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فرماندهی سرکوب خونین کردستان در سال 58 و 59 بودن. سال 65 این سازمان منحل میشه، حالا به دلایلی که ربطی به این برنامه من نداره، و آن چیزی که بعداً با جبهه مشارکت آمدن جناح اصلاحات و شکل دادن، به اصطلاح جناح چپ این سازمان بود که از سال 1370 فعال شد به اسم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران. یه ایران بهش اضافه کردن. حالا اینا رو گفتم تا بگم که این سازمان خونریز اوائل انقلاب، ببینین از جناح راستش دیگه چی در میاد، که وحیدی چهره شاخص شیرازشون بوده.
مثلا اعضای دیگه به اصطلاح جناح راستش محمد بروجردی بود، فرمانده سپاه در غرب در جریان سرکوب کردستان، سیاد شیرازی بود فرمانده ارتش در سرکوب کردستان، ما همین محسن رضایی میرقائد بود، محمد باقر ذوالقدر بود و امثال هم. سپاه که تشکیل میشه، احمد وحیدی میشود معاون امنیت داخلی واحد اطلاعات سپاه. سال 62 میشه مسئول اطلاعات سپاه تا آخر جنگ. شاخه برون مرزی سپاه، همین نیروی قدس که در واقع در جریان جنگ شکل گرفته بود، سال 1367 رسما تشکیل میشه و احمد وحیدی میشود اولین فرمانده نیروی قدس سپاه. حدود 10 سال تا سال 76 فرمانده نیروی قدس بود. ببینید، ترور افراد و حذف افراد، مخالفان منتقدان حتی داخل حکومت، یعنی حذف های درون حکومتی و البته مخالفان در داخل و خارج، حتی قاعدتا دست وزارت اطلاعات بود است از اول، یعنی از زمانی که این وزارتخونه تأسیس شد سال 62 و بعد در دهه های بعد. جدا از ترور افراد، اما بمبگذاری ها، گروگانگیری ها، انفجار ها در کشورهای مختلف کار نیروی قدس سپاه بوده از زمانی که رسما تشکیل شد، یعنی از سال 1367. بین سالهای 62 تا 67 احمد وحیدی مسئول اطلاعات سپاه بود تا پیش از تشکیل رسمی نیروی قدس در سال 67. احمد وحیدی و محسن رضایی از فرماندهانی بودند در سپاه که نقشه عملیات نیروهای سپاه در خارج از مرزها را برنامه ریزی میکردند. عملیات برون مرزی رو معمولا فرماندهان نیروی قدس با همکاری تروریست های غیر ایرانی انجام میدن. همین روش در قبل از سال 67 توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه انجام میشد تحت فرماندهی محسن رضایی و احمد وحیدی، و بعد از سال 67 و تشکیل نیروی قدس این فعالیت ها طبیعتا اصلا به این هدف نیروی قدس تشکیل شد که این فعالیت ها متمرکز شود در نیروی قدس سپاه به فرماندهی احمد وحیدی. عملیات متعدد آدم ربایی، گروگانگیری، انفجار، قتل غیر نظامیان آمریکایی و اروپایی در لبنان به ویژه در اون سالها با فرماندهی نیروی قدس و اجرای در واقع مجری این عملیات بیشتر جهاد اسلامی و حزب الله لبنان بود که ساخته جمهوری اسلامی است از اواسط دهه 60 خورشیدی، که تو سازماندهی بعضی از این عملیات احمد وحیدی مستقیما دست داشت، از جمله خدمتتون عرض میکنم ربودن بنجامین ویر، کشیش آمریکایی پروتستان و 6 آمریکایی دیگه در لبنان در سال 1363. بنجامین ویر 30 سال بود که جنوب لبنان زندگی میکرد و به دلیل همکاری با گروه های خیری و عام المنفع به اصطلاح، یعنی شیعه های جنوب لبنان، خیلی معروف بود. دو روز پس از آدم ربایی یک تماس گیرنده تلفنی که ادعا میکرد از جهاد اسلامی تحت رهبری عماد مغنی است، من این دارم عیناً ترجمه همون بخشی از نیویورک تایمز رو در همون موقعی که منتشر شد براتون میخونم که دیدین. دو روز پس از آدم ربایی یک تماس گیرنده تلفنی که ادعا میکرد از جهاد اسلامی تحت رهبری عماد مغنی است، مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفت. آقای ویر 16 ماه بعد، یک روز بعد از تحویل دومین محموله سلاح از اسرائیل به ایران، شامل 408 موشک ضد تانک تاو در 24 شهریور 1364 15 سپتامبر 95 آزاد شد. احمد وحیدی اون موقع مسئول تحویل گرفتن محموله سلاح از اسرائیل بود، یعنی همون لااقل بخشی، به خاطر اینکه هزاران موشک تاو تحویل ایران داده شد، هم سلاح های اسرائیل هم سلاح های آمریکایی، یعنی همون موشک های تاو معروف در ماجرای ایران گیت، ماجرای آزاد کردن گروگان های غربی در لبنان و در عوض، یعنی آزاد شدن در واقع گروگان‌های آمریکایی در لبنان و در عوض فروش سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی به ایران که از طریق اسرائیل
موشک‌های تاب آمریکایی به ایران رسید سال 1364. سه سال بعد سال 67 که نیروی قدس سپاه رسما تشکیل میشه، احمد وحیدی میشه فرمانده نیروی قدس. حالا این سابقه رو من عرض کردم که یه چیزی دستمون بیاد از پیشینه وزیر کشور دولت آقای رئیسی. یکی از عملیاتی که در دوره فرماندهی احمد وحیدی به وسیله نیروی قدس سپاه انجام شد بعد از سال 67، انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین در بونس آیرس پایتخت آرژانتین بود در سال 1373. 87 نفر طبق آمار رسمی در آرژانتین در انفجار آمیا کشته شدند، بیش از 300 نفر مجروح شدند. دستگاه قضایی آرژانتین بیش از 12 سال روی این موضوع تحقیق و بررسی کرد و هزاران شاهد رو احضار کرد به دادگاه. بالاخره در سال 1385 اعلام کرد نقشه این انفجار در تهران کشیده شده و توسط گروهی از حزب الله لبنان به رهبری عماد مغنیه انجام شده است. اینترپول، پلیس بین الملل، درخواست در واقع قرمز صادر کرد، یعنی بازداشت بلافاصله برای عماد مغنیه رهبر وقت عملیات ویژه حزب الله لبنان، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، محسن ربانی رایزن فرهنگی وقت سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین، احمد رضا عسقری دبیر سوم وقت سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین، محسن رضایی میرقائد فرمانده وقت سپاه و احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه بعد از صدور حکم دادگاه رسیدگی به پرونده انفجار آمیا و صدور حکم جلبشون توسط اینترپول هیچ کدوم سفر علنی به خارج از ایران نداشتن. فلاحیان، وحیدی و رضایی، محسن رضایی. احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع دولت احمدی نژاد، بعداً در دولت دوم احمدی نژاد شد وزیر دفاع، فقط یه بار رفت خارج که نظیم بازداشتش کنن، گذاشت در رفت. 11 خرداد 1390 دولت بولیوی از احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که برای انفجار مرکز یهودیان آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین الملل است خواست تا بلافاصله خاک این کشور را ترک کند. وزیر امور خارجه بولیوی گفت که دعوت از وزیر دفاع ایران به اشتباه صورت گرفته و دولت بولیوی به این خاطر از دولت آرژانتین عذرخواهی کرده است. احمد وحیدی که سال 1390 وزیر دفاع دولت احمدی نژاد بود، به عنوان مهمون دعوت شده بود برای حضور در مراسم جشن آکادمی نظامی در بولیوی و چند کشور دیگه که در سانتا کروز بولیوی برگزار می‌شد. کمتر از یک روز بعد از رسیدنش به بولیوی بردنش فرودگاه، فرستادنش ایران. دولت بولیوی هم که همونطور که شنیدین رسما از دولت آرژانتین از این بابت عذرخواهی کرد. ببینین، اگر سفر خارجی کسانی که تحریم میشن گاه با نام مسئولیت دیپلماتیک و شرایط ویژه و اینا اغماز میشه به هر حال، ولی درباره کسایی که تحت تعقیب پلیس بین المللند هرگز چنین نیست. نمونهشو در همین سفر آقای وحیدی که وزیرم بود دیدیم. در دولت رئیسی چه تایید شده های مجلس، چه منصوبان رئیسی، هفته پیش گفتم 12 نفر یا تحریمن یا تحت تعقیب پلیس بین الملل. همون سال 90، یعنی 10 سال بعد از 11 سپتامبر 2001 و عملیات تروریستی القاعده در خاک آمریکا، انفجار برج‌های دوقلو تجارت جهانی و حمله به ساختمان پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، 10 سال بعد از اون اتفاق و 3 ماه بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان توسط نیروهای آمریکایی، واشنگتن پست در 19 ژوئیه 2011، 7 مرداد 1390،
درباره رابطه جمهوری اسلامی و القاعده نوشت: دولت اوباما این هفته اعلام کرد که ایران به القاعده کمک میکند تا پول نقد و نیروهای تازه وارد را برای عملیات بین المللی خود به پاکستان منتقل کند. این جدیترین ادعای ایالات متحده تا کنون در مورد کمک‌های ایران به گروه تروریستی القاعده است. سه سناتور آمریکایی امروز در بیانیه مشترک نوشتند: سالها عده اصرار داشتند که اختلاف مذهبی شیعه و سنی باعث جلوگیری از کمک جمهوری اسلامی به القاعده و همکاری آنها علیه آمریکا می شود، ولی این عده این حقیقت را نادیده می گرفتند که حکومت ایران قرارداد محرمانه با القاعده عامل حملات 11 سپتامبر دارد و بر اساس این قرارداد کمک می کند تا علیه آمریکایی ها در خاک آمریکا و در منطقه عملیات تروریستی انجام شود. اینا در روزنامه واشنگتن پست 19 ژوئیه 2011، در روزنامه ای که گرایش، یعنی اصلا گرایش علنی در واقع می شود گفت، به دموکرات ها داره و مطلقا در جناح به اصطلاح جنگ طلبان، اون چیزی که اطلاق می شود در آمریکا نیست. اینا مال واشنگتن پست عرض کردم خدمتتون. بعد روزنامه وال استریت جورنال با استناد به گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب 11 سپتامبر در مورد یک رابطه 10 ساله بین ایمن زواهری رهبر القاعده و احمد وحیدی نوشت: شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران انتقال اعضای القاعده را به داخل و خارج از افغانستان قبل از 11 سپتامبر 2001 تسهیل کرده است. این کمیسیون تأکید می‌کند که اطلاعات گسترده‌ای مبنی بر اینکه ایران از شاخه بین النهرین القاعده حمایت می‌کند وجود دارد. این گزارش همچنان موجود است و قابل طرح دوباره در کنگره آمریکا در دولت و رسانه‌های این کشور، به ویژه الان که احمد وحیدی شده است وزیر یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت رئیسی، دولت جمهوری اسلامی، یک تروریست شناخته شده بین المللی که تحت تعقیب اینترپل، پلیس بین الملل است. بیش از 3000 مدیر در بخش غیر نظامی کشور داره منصوب میکنه که اوامرش رو اجرا کنن، استاندارا و غیره و غیره. کیا رو منصوب میکنه مگه؟ یه همچین آدمی. این شیوه مرزیه خود رهبر و خود رئیس جمهورش هم هست. مگه رئیس جمهور دولت ساخته رهبر چقدر صلاحیت رئیس جمهور بودن رو، رئیس جمهور مردم بودن رو دارد که احمد وحیدی تروریست و تحت پیکرد پلیس بین الملل که فقط سابقه نظامی تروریستی داره و شبه نظامی داره، او بشه وزیر کشور، که اون نشه در واقع وزیر کشور، وزیر داخله؟ چرا؟ خود رئیسی که رئیسی، ببینین، بذارین من یه پرانتزی این وسط وا کنم که خیلی دلم میخواست اینو مطرح کنم، فرصتکی هست. میاد تو مجلس میخواد فشرده بگه که چرا احمد وحیدی رو برای پست وزارت کشور معرفی کرده. وزارت کشور آقای دکتر وحیدی، آقای دکتر وحیدی خب الان رئیس دانشگاه هستن، وزارتخونه های مختلفی رو مدیریت داشتن و چهره ای هستن که علاوه بر دانش حقیقتاً یک چهره راهبردی است آقای وحیدی، یعنی کسی که در وزارت کشور مطرح میشه به عنوان کسی که میخواد کشور رو تدبیر المدن مسئله مهمی هستش. درست همه وزارت خونه هستن، اما وزارت کشوره که اون در واقع نخ تسبیح بخشای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشوره. ولذا آقای وحیدی رو ما واقعا با بررسی که کردیم به عنوان کسی که با نگاه راهبردی و توان بالا بتونه وزارت کشور رو دنبال کنه، ایشون رو یافتیم و انشالله ایشون بتونن با مدیریت که دارن وزارت کشور رو به نحوی اداره کنن که دغدغه همه دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور انشالله مرتفع بشه. تنها چیزی که فهمیدیم این است که به دلیل تدبیر المدن آقای وحیدی، نمیدونم چی آقای وحیدی، ایشونو برای وزارت کشور معرفی میکنیم. من نمیدونم تدبیر المدن چیه، خودش هم نمیدونه، رئیسی هم نمیدونه.
یه چیزی نوشته شده داده شده دست رئیسی، اون بیچاره هم با سواد اندکش نمیتونه بخونه. اولش مثل بچه‌هایی که بچه مدرسه یا موقع درس جواب دادن وقتی بلد نیستن یه علکیه سرفه میکنن، صدایی صاف میکنن، بعد یه پرت و پلایی میگن اون وسط، یا بعدم این چون نمیتونه بخونه فهمونه خیلی مهمه، میگه این خیلی مهمه. یعنی کسی که در وزارت کشور مطرح میشه به عنوان کسی که میخواد کشور رو تدبیر المدن مسئله مهمی هستش. نمیدونم واقعا، نمیدونم. خب هیچ کس هم بین این نمایندگان ملت در خانه ملت نیست که بگه آقا خودتون مسخره کردی، یا همه ما رو از پشت تریبون مجلس یک کشور 85 میلیونی داری صحبت میکنی به عنوان رئیس جمهور، حدی از سواد و احترام به مخاطب آیا نباید داشته باشی؟ انصافا تو خودت نمیدونی که تدبیر المدن معنی نداره، ولی چون سواد نداری میگی شاید این معنی داشته باشه، من نمیفهمم. از کسی هم نمیپرسی که این یعنی چی، همه رو مثل خودت فرض میکنی، با پرروی تمام سخنرانی میفرمایید و تشریف میبرید. تهمت نمیزنم که بی سوادی فلان، غیر از اون چیزهایی که در رسانه ها مجازی و حقیقی منتشر شد درباره سواد آقای رئیسی. ببین مدرک تحصیلی تو نگاه کن، همونی که همه جا دیگه منتشر شده، با معدل 11، امیدوارم که بتونیم بخونین، ای کاش این روشن‌تر بود. با معدل 11 و خورده ای تنها مدرکی که از درس و مشقت داری همینه، بقیهش که تو حوزه بودی که حساب نیست. اونجا هم البته یه چیز یاد گرفته بودی، اینقدر غلط غلوط حرف نمیزدی. موقع انقلاب هم که یا خونده 18 ساله بودی، از 20 سالگی هم که شدی دادستان کرج، آدم کشیات شروع شد، بقیهش هم که در تمام دهه 60 در حال اعدام و آدم کشی بودی که اصلا میتونستی درس بخونی. بعد قسم میخوری که دکترا داری، برای اینکه قسم جلالتم درست در بیاد بیا وقت نری جهندم، تاجیکستان که میری نمیدونم یه پول کلوفتی میدی به حضرات همسو در تاجیکستان، یا دوباره از اون وعده هایی که از سفره مردم بعدن بذاری تو کاسه تاجیکستان. به هر حال تا دکترای افتخاری بگیری که اگه کسی گفت آقای دکتر اونم نره جهندم، بعدم میگه عنوان طلبگی را ترجیح میدهم. خیلی افتادگی داری دیگه این. باری در بحث سر صلاحیت پاسدار وحیدی به عنوان وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس پیش از جلسه رأی اعتماد مجلس به وحیدی مثلا برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور رو بررسی میکنه و سر آخر نتیجه میگیرد که با احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور موافقت دارد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. هیئت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، مستند به ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون عمران در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای دکتر احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور به منظور قرائت در صحن علنی مجلس ارائه می‌گردد. محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران. قبل از اینکه بگم این محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران کیه، نتیجه گیری نطق همین سخنگوی کمیسیون کوچی رو، کمیسیون عمران مجلس رو بشنوین. میگه چون وحیدی سمت‌های نظامی داشته و داره و سپاهیه، پس قانونگراست و مدیر خوبی است و صلاحیتش رو برای وزارت کشور ما تایید میکنیم. بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی با توجه به سوابق تحصیلی و پیشینه اجرایی ایشان در سمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی، برنامه پیشنهادی کمیسیون ایشان را در خصوص قانون من
طبقه‌بندی، قانونگرایی، انتخاب و بکارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افسون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس، فردی توانمند و شایسته ارزیابی نمود. این به قول حاج آقا ها و حوزویان همون حسن و حسین هر سه دختران مقاویه اند در واقع. حسن و حسین هر دو پسران علی بودند و هر جایی که میدونین دیگه حتما باید یاد گرفت این اصطلاحات و ضرب المثل های حوزوی رو. ببینین حتی اگر منتقد باشین یا حتی نمیدونم مخالف باشین، قطعا باید همه جزئیات، اصطلاحات و چگونگی لااقل کار کرده اندیشه های آن سوی خودتون و حالا میگم یا دشمنتون یا مخالفتون یا هر چیزی ها، اونو باید بدانید. برای همینه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اینقدر درون اپوزیسیون همیشه نفوذ میکنه و در همه جا در رسانه ها سعی میکنه نفوذ کنه، سعی میکنه در اپوزیسیون رو نفوذ کنه. طبیعتا از این طرف هم همیشه یه همچین تلاش هایی هست و باید بشه، باید شناخت اینا رو. حالا بگذاریم، من از این توضیحات بگذارم، خواستم عرض بکنم که میگم حسن و حسین این اصطلاح حوزویه دیگه. حسن و حسین که به جای حسن و حسین و پسران مقاویه، دختران هر سه که خب دو نفرن و بعد پسران ببخشید دختران که خب پسرن مقاویه اند که اولا اون مقاویه است، مقاویه نیست و بعدم اصلا مقاویه‌ای در کار نیست، در پیوند با حسن و حسین علی هست. این حالا تو اصطلاح معمول کوچه بازاری شتر گاو پلنگ هم میگن که این شتر گاو پلنگیه در واقع آقای احمد وحیدی به مثابه به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی. حالا در طول برنامه باز بهش بر خواهیم خورد. حتی موقعی که معرفیش میکنن این آدم ها، همین ماجرای داستان حسن و حسین هر سه دختران مقاویان یا همین شتر گاو پلنگی توضیحاتی ایشون است. باری محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس که این گزارش رو داده دست سخنگوش برای خوندن تو مجلس که شنیدین، کسی است که 65 میلیارد تومان از قالیباف رشوه گرفت در سمت رئیس کمیسیون عمران در دوره قبلی مجلس. رشوه گرفت تا نظره طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دوره قالیباف برای بار دوم طرحش موفق بشه در مجلس انجام بشه، چون دفعه اولش که چند سال قبل آمد و رد شد، بار دوم دوباره تلاش بعضی از نماینده های مجلس از جمله محمود صادقی خیلی فشار آورد که این طرح دوباره در مجلس مطرح بشه، خلاصه اومد و رد شد. خب کیا ردش کردن در حالی که همون دمدمای مطرح شدن بود در مجلس و خیلی معادلات رو به هم میزد اگه این طرح تحقیق و تفحص مطرح میشه. این طرح تحقیق و تفحص هر چقدر که مجلس مستقیما بنده و برده آقا امام زمانشون یعنی همین علی خامنه ای باشه، ولی طرح تحقیق و تفحص به این دلیل که بخشش مسئولیتش با افراد خارج از دستگاه حکومتی است، بنابراین به نتایج ممکنه برسه و همیشه یک نتایج بسیار مهمی از این طرح‌ها حاصل شده است. برای همینه که طرحش یا طرح نشدنش در مجلس همیشه اهمیت داشته. خب آقای محمد رضا کوچی، رضای کوچی که رئیس کمیسیون عمران مجلس بود، 65 میلیارد تومان از قالیباف میگیره که این طرح مطرح نشه. وقتی هم که آدمای به اصطلاح اصولگرایی مثل مصطفی میرسلیم سر و صدا را میندازن سر این موضوع، چاره ای ندارن جز این که رضای کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس رو بازداشت بکنن. سه شنبه 21 مرداد 1399
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوره تصدی محمد باقر قالیباف یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است. میرسلیم نماینده مجلس پیشتر گفته بود یک رشوه 65 میلیارد تومانی برای توقف یک طرح تحقیق و تفحص به رئیس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده و برخی سایت ها همزمان اعلام کردند که در این ماجرا شهرداری دوران قالیباف به محمد رضا رضایی کوچی رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس رشوه داده است. مصطفی میرسلیم اعلام کرده بود مدارک رشوه 65 میلیارد تومانی باقر قالیباف را برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از دوران شهرداریش به قوه قضاییه داده است. خب بعد چی شد؟ از ادامه بازداشت رضایی کوچی محترمانه صرف نظر کردن، ایشون هم رفتن برای نمایندگی دور 11 همین دور فعلی مجلس کاندید شدن، شورای نگهبان هم صلاحیتشون رو تایید فرمودند و دوباره ایشون شدن نماینده و با خواست هیئت رئیسه مجلس که رئیسشون منباقر قالیبافه دوباره شدن رئیس کمیسیون عمران مجلس. چه بانبازی آشکاری است در خانه ملت، واقعا باور نکردنی ها در این حد. جسارت نیست، وقاحت واقعا. حالا اینکه چی شد شکایت میرسلیم و چرا این آدم باز شد نماینده و باز شد رئیس کمیسیون عمران و باز طبق عادت آدم قالیباف است، اینا دیگه بحث امشب این برنامه نیست، شاید یک زمانی باز بهش بپردازیم. آنچه روشن است این است که این آقای رضایی کوچی آدم قالیبافه که میگه بی خود نماینده های ملت. شنیدین دیگه قالیباف؟ حالا میشتم این دوباره قالیباف میگه آقا بی خود نماینده های مردم سر وزرای پیشنهادی حرف نزنن، مثلا نماینده های مردم اینقدر بحث نکنین، وزرا رو رهبر تایید کرده، به ویژه وزرای اطلاعات، خارجه، دفاع و همین وزیر کشور. در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی و سیاست خارجه شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارن و این مسئولیت رو قانون اساسی بر دوششون گذاشته و روال هم این گونه است که در این خصوصیت دولت‌هایی که کار را انجام میدن اونها وقتی افراد رو مشخص میکنن این هماهنگی رو حتما انجام میدن و نظر ایشون رو در این کار میگیرن. هر حال جناب آقای رئیسی حداقل دوستان به نقل از دیگران اگر دارن نقل قول میکنن، حداقل بنده من خدمتشون بودم در این موضوعات، ایشون فرمودن این وزرایی که تو این بخش و از وظیفه قانونی من اینا رو خدمت حضرت آقا مطرح کردم و ایشون هم موافقت کردن. این روشنه دیگه، حالا کسی از جایی نسبت میده این کار رو انجام میده اینا حرف اضافی است. نفر بعدی رهبر این خط رو از طریق قالیباف در مجلس پیش میبره و منباقر قالیباف از طریق کسایی که به عنوان رئیس کمیسیون گمارده و بهشون رشوه داده و بسان میده. دیگه تجربهش رو دیدیم، کسی هم کاری بهشون نداره. حالا رشوه هم فقط پولی نیست که میدونید دیگه. خب اولین وظیفه‌ای که همین سرتیپ پاسدار احمد وحیدی میگوید وزارت کشور تحت تصدیش خواهد داشت، تصفیه مدیران، همین مدیران فعلی وزارت کشور و جایگزینیشون با جوانان جهادی است. یعنی قبلی ها هر چیز ستم کردن کافی نبوده، باید جهادی ستم کرد. شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون. ایشان در جلسه مورخه 23/5 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤوس برنامه ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود. یک، استفاده حد اکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه. ببینید هر جا صحبت مدیریت جهادی میشه
تجربه 43 سال گذشته نشون داده که معناش بی قانونی، تصمیمات فردی و خشونت ورزی است. حداقل دیگه این ستا رو دیدیم. سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی و شورای مجلس در تایید پست وزارت کشور برای وحیدی به تجربه های وحیدی در 14 دهه گذشته اشاره میکنه که هیچ ربطی به وزارت کشور نداره. در خصوص بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرایی ایشان در تصدی پست‌های متعدد اجرایی و علمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی، آستان قدس رضوی و آستان حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ علیه السلام، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افزون طلبی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد. بعد یه سمت هم داشته، مثلا تو مجمع تشخیص هم بوده این آدم، حالا رئیس کمیسیون دفاعی بوده اونجا، موافق و مدافعش میاد نطق میکنه. یه تیکه های کوتاهی رو بشنویم ببینید چقدر به وزارت کلیدی کشور مربوط این صحبت ها. واقعا نیازی به معرفی نیست. رئیس دانشگاه عالی دفاعی، رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، عضو هیئت امنای آستان قدس، عضو شورای راهبردی روابط خارجی، رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو کمیسیون‌های سیاسی دفاعی امنیتی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام. این آدم انصافا برای وزارت کشور پیشنهاد شده، وزارت دفاع یا وزارت دفاع. هیچ کس تو مجلس به این اشاره نمی‌کنه که بابا تمام سابقه این آدم آخه برای چی وزارت کشور؟ چون همه تابع آقاشون امام خامنه ای که پیشا پیش به گفته قالیباف رئیس مجلس وزیر کشور رو تأیید کرده، یعنی تعیین کرده. وزیر کشور قبلا میگفتن وزیر داخله، وزارت کشور میگفتن وزارت داخله، مثل عدلیه که بعد فارسیش کردن شد دادگستری. وزارت داخله رم کردن وزارت کشور، مسئولیتش کاملا در داخل مرزهای کشور توصیف شده. میخونم براتون: فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و همچنین شناسایی و تعیین هویت افراد و مدیریت و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه. این تعیین هویت افراد منظور هم مسئله مهاجرینه و هم ثبت احوال. زیر نظر وزارت کشور. خب این وظایف وزارتخانه است که همچون یک وزارتخانه مادر مسئولیت امور درون مرزی کشور رو دارد. احمد وحیدی که شده وزیر کشور، دوباره میخوام بگم هم داستان حسن و حسین، هر سه دختران مقاویان، اولا نظامی است، ثانیا بنیانگذار و فرمانده نیروی قدس سپاه است که مسئولیتش برون مرزی است. این آدم جز در یک حکومت نظامی، مثلا حکومت سرهنگ ها در اوایل دهه 70 میلادی در یونان، جز در یه همچین سیستم چرا باید بشه وزیر کشور؟ مگه حکومت نظامیه؟ ظاهرا که نیست. مگه قحط الرجاله در جمهوری اسلامی؟ خودشون که میگن ما کلی سرمایه انسانی درجه یک تربیت کردیم و در واقع در این
نمیدونم چیه گام دوم انقلابشون، دارن در واقع مسئولیت رو یواش اونایی که دارن پیر پاتالاشون که دارن میمیرن اینم که دارن منتقل میکنن به نسل بعدی، نسل سوم بعد از چهارم حتی بعد از انقلاب یواش یواش. پس چرا این آدم باید بشه وزیر کشور؟ با گذر از توضیحاتی که در این سه سطح از حکمرانی عرض کردم که توضیحات داره چون وقت میگذره و ممکنه به بقیه موارد نرسم، از این بخش میگذرم و بر این اساس یک اقدامات کلیدی و اولویت دارم هست که باید به اون توجه کنیم. امروز مقاومت و تاب‌آوری ملت بزرگ ایران در مقابل همه توطئه‌های رنگارنگ دشمن استکباری و صهیونیستی و علارم همه کاستی های داخلی، این تاب‌آوری و این مقاومت حیرت برانگیز و اعجاب آوره. امروز پنجه های قدرتمند ملت ایران، مشت های خونین استکبار جهانی و به ویژه امریکا رو در حال خواباندن کامل هست. حالا من کاری ندارم به جملهش که امریکا رو در حال خواباندن کامل هست. این با سواده شونه البته دفاعی و اینا، دانشگاه رئیس دانشگاه دانشگاه دفاعی وزارت دفاع هم چیزی. خب جمله بندی درخشان، حالا خیلی این چیزا مرسوم برای جست جمهوری اسلامی که خیلی هم به پر و پشت نباید پیچیدید. اینه دیگه، این وزیر کشوره در محتوای سخنانش عرض میکنم شعار علیه آمریکا و فلان، این وزیر داخل است، بعدم نتیجه گیری میکنه از نطقی که کرده در مجلس در دفاع از برنامهش به عنوان وزیر پیشنهادی کشور. وقتی مسئولان حکومت از مقاومت مردم شریف و فلان و بهمان ایران اسلامی در برابر استکبار حرف میزنن، یعنی بازم قرار فشارهای اقتصادی علیه مردم به بهانه اینکه تحریم ظالمانه هستیم ادامه داشته باشه و بیشتر بشه. یعنی برنامه دارن آقایون که جنگ اقتصادی با دنیا رو همچنان با بازندگی مداوم مردم ایران ادامه بدن و کشور رو وارد مراحل خطرناکتری بکنن. سخنرانی احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور تموم میشه و بعد فکر میکنین این وزیر داخلی که حرف زد بعدش نماینده ها چی کار میکنن؟ برمیخیزند و شعار محور تروریستی منطقه، شعاری که واقعا بسیج کننده تروریست هاست در منطقه رو تکرار میکنند. بشنه. همه معیارها و همه شاخصها و همه حرکت‌های ما یک چیز است و اون پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی که شهدای ما پرچمدار اون بودن و ما وامدار اونها هستیم، برای اینکه در مسیر خدمت به ملت همون مسیر رو دنبال بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. این تشویق نمایندگان مجلس از کسی است که میخواد وزیر کشور بشه، وزیر داخله بشه، ربطش چیه به کشور اسرائیل؟ وحیدی که مثلا رأی اعتماد میگیره از همین نمایندگان مجلس، بعد فراکسیون محور مقاومت مجلس شورای اسلامی، فراکسیونی دارن اینا به این اسم، بیانیه میده که چقدر خوشحالیم که شما شدید وزیر کشور. فراکسیون محور مقاومت، یعنی این بیانیه شه دیگه، اینا جمع سازمانده امکانات مجلس برای کمک رسانی به حزب الله لبنان و بقیه گروه های تروریست مورد حمایت جمهوری اسلامی هست. اینا قاعدتا باید مثلا به وزیر خارجه نزدیک باشن دیگه، تبریک بگن بهش تا امکانات بیشتری بگیرن، به هر حال همافزایی بکنن، این اصطلاح جدید دولت رئیسیه، همافزایی بکنن مثلا امکاناتشون رو برای تروریستا و قاعدتا وزارت خارجه دیگه برای این هدفشون. اینا میان بیانیه تبریک میدن به وحیدی که چه خوب که شما شدین وزیر کشور.
این شدیم وزیر داخله. چرا اینجوریان اینا؟ چرا اینجوریه؟ فقط رفیق بازی نخیر. امکانات وزارت کشور که در همان گام نخست به درد اینا میخوره یعنی چی؟ چیه؟ حفاظت از مرزها و مرزبانی، یعنی جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی که آقا امام زمانشون داد به وحیدی الان، یعنی اختصاص بودجه شهرداری‌ها به خانه‌سازی و راهسازی در جنوب لبنان و عراق و یمن و اینا، اربعین سازی و غیره. احمد وحیدی در دستگاه تبلیغات نظامی جمهوری اسلامی همیشه از کسایی بوده که برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی رو در سیمای آقایون در طول 20-25 سال گذشته دست کم توجیه کرده، اومده توضیح داده و یکی از چهره‌های اصلی است طبیعتاً در زمینه نظامی. مثلا ببینید بعد از ترور دانشمند تولید تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی یعنی فخری زاده پارسال، میاد سیمای آقایون میگه خب اون ترور شده پس ما دلیلی نداری دیگه با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنیم. چی به چی ربط داره واقعا؟ یعنی آژانس همون اسرائیله که میگن فخری زاده رو در تهران ترور کرده. آجون آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد ناظر سازمان ملل متحده با 189 کشور عضو همون اسرائیله؟ نهم آذر 1399. ما معنا نداره در پروتکل الحاقی بمونیم، معنا نداره ما فرا پروتکل عمل کنیم. اگر بناست که امنیت دانشمندان هسته ای ما یا غیر هسته ای ما فرق نمی کنه و همین جور مراکز هسته ای ما حفظش، این رو باید سازمان انرژی اتمی و کسانی که اونجا به عنوان شورای حکام و دیگران نشستن خوب درک کنن، حواسشون باشه، شرایط حساسی است. همین مسیر دنبال میشه تا 3 ماه بعد از همین صحبت‌های سردار وحیدی در 5 اسفند 1399 مجلس شورای اسلامی خروج از پروتکل الحاقی رو تصویب میکنه. کوتاه بذارین عرض بکنم که پروتکل الحاقی چیه، یعنی اهمیتش چیه که این وزیر کشور جمهوری اسلامی اینقدر تاکید داره که باید بیرون فلان اینا، چون اسرائیل خرابکاری میکنه در برنامه هسته‌ای ما. پروتکل الحاقی یک سند ضمیمه است به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله ایران. 189 کشور عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند. تا امروز 150 کشور پروتکل الحاقی رو امضا کردن، در 137 کشور پروتکل الحاقی اجرا میشه و در 14 کشور فکر میکنم 13 یا 14 کشور پروتکل الحاقی امضا شده، پذیرفته شده و در مراحل اجرایی است، هنوز به طور کامل اجرا نمیشه. خب بر پایه پروتکل الحاقی بازرسی حق آژانس است و برخلاف بازرسی ویژه نیازی به تصویب شورای حکام ندارد. از سوی دیگر آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پیوندنامه پیوست حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهار نشده طراحی شده است. جمهوری اسلامی در سال 1382 پروتکل الحاقی رو پذیرفت و امضا کرد و اجرا می شد. اسفند 99 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که جمهوری اسلامی باید دیگر پروتکل الحاقی را اجرا نکند. از اون موقع هم دیگه اجرا نشده تا امروز. دعوای فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی هم بخشش به همین دلیله که برنامه مستقل دیگه ای میخواد. حالا آقای سرتی پاسدار وزیر کشور در ادامه همین صحبت که الان شنیدین نتیجه میگیره،
میگه اونا رو که هیچ جا نباید بکنیم و نتیجه میگیره که ما گردن کشیم. خدا نیاره روزی رو که حس کنیم یکی از کشورهای عرب منطقه یا از همسایه هامون با اسرائیل همکاری کرده. همه کشورهای منطقه هم که امروز نرد دوستی با اون برقرار کردن و رابطه دوستی برقرار کردن و فکر میکنن که رژیم صهیونیستی برای اونها میتونه امنیت بیاره، باید بدونن که این بزرگترین اشتباه اوناست. این اشتباه بازی با آتشه و ممکنه اونها رو به قعر جهنم بکشن و اونها به عنوان همکاران این رژیم صهیونیستی شناخته بشن در ارزیابی های ما. و این اگر چنین اتفاقی بیفته باید بدونن که بر اونها بسیار سخت خواهد گذشت. اینقدر حرف از کشتن تو 24 ساعت رو میرست بکشونه هم بکشونی میگن. هی وحیدی همین شخص بعدن در 8 اردیبهشت ماه 1400 یکم قبل از انتخابات ریاست جمهوریشون و وزیر کشور شدن ایشون میفرمایند، خود وحیدی رو دارم میگم، همه باید بدانند که به هیچ وجه جمهوری اسلامی حضور نظامی و حتی غیر نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه را تحمل نمی کند، زیرا حضور آنها تحریک آمیز است و منطقه را دچار مسائل حاشیه‌ای می کند. یعنی چی حضور غیر نظامی؟ اون نظامی رو آورده برای اینکه یه مقدار ایزگوم کنی هم بکنه. حضور غیر نظامی یعنی اصلا حضورش، حضور اسرائیل در منطقه. خب کشور اسرائیل در منطقه است دیگه. یعنی چی این حرف هستن؟ یعنی همون قده سرطانی به تعبیر امام خمینی و جانشینش امام خامنه ای و همون محو کردن اسرائیل از نقشه جهان. میگه برای ما غیر قابل تحمله. این آدمی که داره این حرفا رو میزنه، این آدم وزیر داخله کشور شده مسلمونا. ببینین یه نکته مهمه، این حرف و این تهدیدها تهدید علیه یک دولت نیست. مثلا فلان کشور منطقه میگه تا جمهوری اسلامی هست بحران منطقه ادامه پیدا میکنه. خب این میتونه اینجوری معنی بشه، تعبیر بشه که نظام جمهوری اسلامی اگر بره اوضاع منطقه خوب میشه، یعنی یک تهدید علیه یک نظام حکومتی جمهوری اسلامی تلقی بشه، اما نه علیه کل کشور و مردم یک کشور، کل نقشه ایران. ولی شما میایین میگین اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود، هر کی هم علیه این حرف بزنه یا یقتون رو بگیره میگین صهیونیست ها فلان میکنن و اینا، از اسرائیل پول میگیرن و اینا. تهدید علیه یک نظام حکومتی یا دولت اسرائیل نیست طرف شما، تهدید علیه تمام مردم اسرائیل، تهدید علیه کل یک کشور عضو سازمان ملل. این فرق تبلیغات و تهدیدات و گردنکشی های نظامی جمهوری اسلامی با بقیه دولت ها. چون تبلیغات ضد تبلیغات، حتی تهدیدهای حتی نظامی، اینا مرسوم در دیپلماسی فعال بین کشورها، نظامی و غیر نظامی، میدونین دیگه. ولی این فقط جمهوری اسلامی است که درباره حذف این کشور و اون کشور در دنیا، محو کردن کشورها، بعد میگه چرا ما رو متهم میکنیم به بمب اتم، ساختن بمب اتم. چون تنها چیزی که میتونه یک کشور رو محو بکنه همینه. حالا غیر از این که معادلات خاص خودش داره، در نمیشه همینجوری اسرائیل رو بهش حمله کرد به خاطر اینکه نوار غزه و کرانه باختری رود اردن اینا در دل اسرائیل هستن در واقع، و بجز کلاهک های نقطه زن اتمی که در مناطق مشخصی رو بزنه، جمهوری اسلامی نمیتونه همینجوری حمله بکنه. اینا هم هست، یعنی این تهدیدها. خب دیگه خود دولت ها خیلی خیلی بهتر و متخصصان نظامی خیلی بهتر میدونن که چقدرش اینا واقعیت داره. ولی در تبلیغات داستان همینه که عرض کردم، تهدید علیه تمام مردم یک کشور و یک کشور عضو سازمان ملل، میلیون ها نفر آدم.
تنها کسی که از این تهدیدا میکرد هیتلر بود در تبلیغات ضد یهودیش. که اینا که تعارف نیستش، که اینا روشن حرفای ایناست. اینه فرق جمهوری اسلامی با بقیه دولت ها. حالا یکی از فرماندهان این نظامی که میخواد یک کشور دیگر رو با خاک یکسان بکنه شده وزیر داخلی ایران، که چه بکنه؟ با این همه امکانات وزارت کشور در ایران. سال 67 تا 76 فرمانده نیروی قدس سپاه بوده. در تمام سالهای بعدش به عنوان رئیس دانشگاه دفاع ملی، به عنوان وزیر دفاع، به عنوان رئیس مرکز تحقیقات راهبردی، یعنی در همه جاهایی که بوده روی همین نقشه ها و برنامه های نیروی قدس سپاه متمرکز بوده. ببینید همین پارسال صحبت های صریحش در سیمای آقایون. امریکایی ها باید بسیار زجر بکشند، زجر زیادی خواهند کشید. باید میلیاردها دلار صرف حفاظت خودشون بکنند و باید منتظر باشند که هر زمان از یک گوشه‌ای دلبستگان به مقاومت، هم از شیعه و سنی و غیر اینها، امریکایی ها رو مورد هجوم قرار بده. این آدم شده وزیر کشور، سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، تنها وزیر کشور جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته که وقتی به سوابقش نگاه میکنیم فقط تروریسم، اطلاعات نظامی و شبه نظامی، کار کردن در بخش اطلاعات نظامی شبه نظامی و تروریسم و هیچ نقطه غیر نظامی نداره. من نمیدونم جمهوری اسلامی با این ترکیب دولت رئیسی چقدر باید پرشتابتر از دوره دولت احمدی نژاد به سمت رویارویی نظامی با غرب بره. تو 45 دقیقه صحبت که تو مجلس شد درباره وزیر پیشنهادی کشور، یک نفر به عنوان مخالف اومد حرف زد، که البته اولش ترسید، گفت من مخالف وزیر پیشنهادی کشور نیستم، اما فقط دارم درباره برنامه‌ای که ارائه داده میگم. ولی به هر حال حرفش لااقل این جسارت رو داشت که حرفش این تفاوت رو داشت با حرفای بقیه، که لااقل در چارچوب وظایف وزارت کشور صحبت کرد. شما برای این خانواده های معتاد چه برنامه ای دارید؟ آیا میگید از کشور دیگری بیا اینجا کار اصلاح کنن؟ آیا مربوط به وزیر کشاورزی هست؟ آیا مربوط به وزرای دیگه هست؟ این در چارچوب کار شماست. از جناب عالی ما میخوایم به این موضوع، نمیگم پایان، حداقل کاهش بدید. تو برنامه های شما دیده نشده درست. در ارتباط با باید اقداماتی، تو این هم سیاست های کلیه، باید اقداماتی فراهم شود در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر. تو برنامه شما اشاره نشده. فهم این که چرا جلوگیری از ترانزیت قاچاق مواد مخدر جایی در برنامه سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ندارد مشکل نیست، فهمش اصلا مشکل نیست با توجه به نقش و پیشینه فرماندهان سپاه در این زمینه، که قبلا با اسم و مشخصات در صفحه آخر در باره اینا در برنامه قبلی گزارش دادیم. چی بگم؟ بریم پرده آخر. این جزء قطعیات تاریخ هست. ببینید هم در ارتباط با اون شبی که عبدالله علیه السلام در روز اون شب، یعنی شام عاشورا، هم به اصطلاح اون شب در روایات هست جز رخدادهای شگفت بعد از حادثه کربلا، که هر سنگی رو از زمین برداشتن، خون تازه از زیرش جوشیدن گرفت. این روایاتی از این دست بعضا داریم. و جدای از این در تاریخ هست مواردی که امروزه هم به هر حال موارد قابل اثبات هست، که تربت اصل عبدالله سلام الله علیه که در بعضی موزه ها ممکن نگهداری شده باشد و کسانی داشته باشن، خون تازه ازش جوشیدن میگیره در روز عاشورا. شب و روزگار خوش.